سلام آریان هستم تا حالا فلان به ساری پیرمرد 80 ساله رو دیدین تا حالا از یوتیوب پول در آوردین امروز اومدم که باهاتون درباره یک کدوم از اینا صحبت کنم پول در آوردن از یوتیوب چجوری؟ تونستم توی یک هفته 100 میلیون تومان از یوتیوب بگیرم و میخوام اینو به بحث بذارم و یک مقداری حرف بزنم راجبه شاید تونستید شما هم استفاده کنید چیزی که خیلی از ما ایرانی ازش استفاده نمی کنیم و دانشش هم داریم میتونیم ازش استفاده کنیم استفاده از یوتیوب بین هندی‌ها مثلا خیلی از یوتیوب بین الملل استفاده میکنن ویدیوهای آموزشی میذارن حالا هر چی خیلی چیزای مختلف میذارن و کلی درآمد دارن از طریق یوتیوب بین الملل. ولی ما ایرانیا کلا خود اونو محدود کردیم توی یه حباب یوتیوب فارسی و همه میخوایم توی اون محدوده یوتیوب فارسی کانتنت uh, درست کنیم و این به نظرم اینه که اگه میخواین uh, موفق بشین توی این قضیه یا یه حرکتی بزنین یوتیوب بین در نظر بگیرین چرا که خیلی از این حبابه بزرگتره یوتیوب و حالا مثلا فرض بگیم یه میلیون نفر تو ایران بیان یوتیوب uh, ویدیو شما مثلا یه میلیون هم ویو بخوره که نمیخوره الان مثلا خیلی ها خیلی کمتر میخوره تاپ یوتیوبرها مثلا شاید بعضی ویدیوهاشون یه میلیون ویدیو بخوره خلاصه این که تو ایران یک مقدار یوتیوب محدود هنوز خیلی سرعت کافی ندارن خیلی دسترسی کافی ندارن خیلی نمیان ولی اگه بین المللی کار کنید حالا تو هر زمینه ای آشپزی نمیدونم ادیت نمیدونم عکاسی هر چی لایف استایل و بتونید که به صورت متناوب و پشت سر هم کار بدید بیرون کار خوب با کیفیت میتونید تو یوتیوب درآمد خوبی به دست بیارید من تا الان تو یوتیوب شاید حدود ده هزار دلار کمتر همین حدود ده هزار دلار پول درآوردم تو یه سال که البته خیلی شانسیه ممکنه یه سال کار کنی هیچی پولم در نیاری ولی هرچی بیشتر بگذره و اون مخاطبتو پیدا کنی تو یوتیوب میتونی اون بیس هوا بیس سابسکرایبراتو که ببری بالا همینطوری درآمدت هم ببری بالا حالا چه چیزایی نیازه که مثلا شروع کنیم که کانتنت سازی برای بین الملل حالا اگه برای ایرانیا که درست میکنید هم عالی دوست دارید انجام بدید عالی ولی اگه بین الملل میخواید کار کنید چیزایی که باید بلد باشید زبان انگلیسی شما به دنیا میای، الان تو دنیا باید زبان انگلیسی بلد باشی از آب و نون واجب تره برای اینکه کار بخوای بکنی با کل دنیا چون الان دنیا دنیا ارتباطاته عزیزان من <applause> بعد زبان انگلیسی بعد باشی و یه مینیموم ادیتوری یاد بگیرید یعنی مثلا بدونی که چجوری دو تا ویدیو رو کنار رو هم بذاری صدا رو کنار رو هم بذاری آهنگ روش بذاری اینا چیزای مینیمومیه که باید بلد باشی برای محتوایی که میخوای تولید کنی حالا من چه اتفاقی برام افتاد همونجور که مثلا الان اینجا میبینید این پیج از اینای منه این پیج یوتیوب منه الان حدود 18400 الان حدود 18400 سابسکرایبر دارم کل ویدیو هم, حدود مثلا شاید سی تا باشه شاید کمتر اینطوری که بعضیاش به صورت شانسی 11 میلیون یکی ویو خورده یکی مثلا سه میلیون ویو خورده یکی 1 میلیون ویو خورده و اینا که الگوریتم یوتیوب شما رو یهو میبره بالا خیلی درآمد خوبی بهتون میده و مثلا میگم برای این ویدیو که 1 میلیون ویو خورده برای مثلا میگم برای این ویدیو که یه میلیون ویو خورده اگه بریم تو تحلیل تحلیلاتش میبینیم که مثلا 650 یورو به من داده که میشه حدود 6, -6 تا 18 مثلا 19 میلیون 20 میلیون یا و پول خوبیه برای کسی که یه ویدیو میذاره توی مثلا اینجوری خب گفتم زمان انگلیسی لازم یاد بگیرین مینیمم ادیتوری لازم یاد بگیرین سه تو مباحث روز همیشه درگیر باشین سعی کنید همیشه خودتون رو پیشرفت بدین بدونین که چی در دنیا داره میگذره بتونید از چیزهایی که ترند شدن استفاده بکنید من مثلا ویل اسمیت تا ترند شد رفتم چند تا ویدیو ازش ساختم در نتیجه مثلا این ویدئویی که مثلا تو این, تو این هفته صد میلیون گرفتم همه ویدیوها راجع به ویل بود و منو خیلی بالا هم برد حدود 3000 نفر سابسکرایبر اضافه شد 3500 نفر سابسکرایبر اضافه شد خلاص دست کم نگیرید یوتیوب بینن بلالو. بعد که حالا مثلا شما خواستید پول در بیارید بعد چی نیازه شما اولا بعد 4000 تا 4000 ساعت واچ تایم بگیرید یعنی مخاطبان 4000 ساعت ویدیوی شما رو ببینن در مجموع که شروع به مانیتایز شدن شروع به پول, پول جمع شدن بشه براتون و هزار تا سابسکرایبر هم نیازه خیلی ها مثلا میام میگن او ما سابسکرایبر نداریم فلان نداریم پول در نمیریم خب معلومه اما اول هیچ کنی میاد تو سابسکرایب کنه همین پیج رایان رایاندگیری من الان توی یوتیوب مانیتایز نیست به خاطر اینکه من چارزار ساعت واتش تایمون ندارم و فقط اون رایان بیگنوز اونی که بین چیز شده مانیتایز شده شما اگه علاقه داشته باشید به این و اونجوری صرفا به دید پول نگاه نکنید و بیاید جلو قطعا میتونید موفق باشید میگم یوتیوب بین المللی و به هیچ عنوان دست کم نگیرید خیلی یهو میتونه شما رو ببره بالا خیلی یهو میتونه درآمد خوبی بده یوتیوب ایرانی بد نیست نمیگم بدا ولی محدوده شما چقدر, چقدر مگه یوتیوب ایرانی دارید و خیلی از اصلا مناسب یوتیوبرای که مثلا میخواید بشید نیست و خیلی از سلیقه ها اصلا مناسب نیست توی یوتیوب ایرانی مثلا اکثرا میان ویدیوهایی میبینن که مثلا من به شخص فکر نمی کنم بتونم اون ویدیوها رو لذت ببرم تو بین یوتیوبرای ایرانی یا مثلا تولید کنم که ملت ایران لذت ببرن چون حس میکنم اون کانتنتی که درست میکنم مناسب قشر دیگه ای از مردم دنیاست اگه درستون خوبه درس یاد بدید خیلی کارا میشه کرد توی یوتیوب انگلیسی و الان من که اینجا اونقدر موفق نشدم همچنان ولی دارم تلاش خودم میکنم یه بیس مخاطبین خارجی درست کنم و ایشالله که کم کم بیشتر درآمد داشته باشم شما هم میتونید چرا نتونید اگه سوالی چیزی دارین تو کامنت ها از من بپرسید اگه بتونم کمک میکنم یه نصیحت دیگه ای هم که میتونم بهتون بکنم اینه که برید تو یوتیوب و بگردین همه جا رو بگردین ببینید چی تو یوتیوب میبینید محتوایی که میبینید چیه چیا خوب ویو میخوره روی اون البته جمعیتی که تمرکز کردین روشون ببینید چیا توش ویو میخوره چیا طرفدار داره و هر چی بیشتر علمتون رو بیشتر ببرین تحقیق کنید ببینید چی خوبه چی خوب نیست بهتر میتونید ویدیوهایی درست کنید که خوشش بیاد الگوریتم یوتیوب و خوشش بیاد اون مردم که اون ویدیوها رو میبینن الگوریتم یوتیوب خیلی چیز مهمیه شما باید بتونید که الگوریتم یوتیوب رو ازش استفاده کنید یوتیوب ویدیوهایی رو دوست داره که بتونه واش تایم خوبی بگیره مردم مثلا توش بمونن و اگه بتونید که ویدیوهای درست کنید که سراسر جذاب باشه همون اول ویدیو نیاید بگید او بیایید سابسکرایب کنید پیج هم لایک بزنید فلان بزنید نه اول محتوایی که من ملت میخوان بهشون بدین کامل استفاده بکنن لذت ببرن تهش بگید که آقا دوستشی سابسکرایب بکن خلاصه اگه دوست داشتید تو این زمین شروع کنید هیچ وقت دیر نیست ولی نباید انتظار جواب فوری داشته باشید انتظار یه میلیونر شدن انتظار یه هایی او معروف شدن همه چی با استمرار به دست میاد الان من خود من دارم جام میدم از من, من هیچ, هیچ جای خاصی نیستم میگم من شاید کوچکترین یوتیوبر دنیا هم نباشم با حالا مثلا اینقدر تعداد ولی دارم تلاش خودم میکنم درآمدم داشتم شما میتونید درآمد داشته باشی و موفق باشی ماچ ماچ